با درود به تمامی شما عزیزان علاقمندان به مباحث تفکر، با سومین قسمت از بررسی اندیشه های اسپینوزا در خدمت شما عزیزان هستم و در این گفتار همونطور که ملاحظه می‌فرمایید به موضوع اسپینوزا و سیاست خواهیم پرداخت. به نوعی بررسی اندیشه های سیاسی اسپینوزا در این گفتار مد نظر ما هست. خب اسپینوزا دو رساله داره که در اون به بیان اندیشه های سیاسی خودش پرداخته. یکیش به عنوان رساله الهیات و سیاست، حالا یا به عنوان رساله الهی سیاسی شناخته میشه، که قبلا توضیحات مختصری درباره این در گفتار نخست خدمتون ارائه کردم و میاد حدوداً 6 سال بعد دوباره رساله دیگری رو می نویسه که این بار به عنوان رساله سیاسی هست، یعنی کلمه الهیات رو به همراه نداره. در این گفتار می خواهیم به طور کلی تمرکزمون رو بذاریم بر این رساله دوم، یعنی همون پولیتیکال تریتیز رو مد نظر قرار بدیم، رساله سیاسی رو، ولی خب ناچاریم که مباحثی رو از رساله الهیات و سیاست که در 1670 نوشته شد اون رو هم خدمتتون توضیحاتی رو بدیم. مسئله ای که فقط وجود داره اینه که متاسفانه چون در اواخر عمرش رساله دوم یعنی رساله سیاسی رو نوشته، متاسفانه این کتاب ناتمام باقی مانده. خب یکی از پرسش های اساسی که همواره مطرحه در زمینه اندیشه های سیاسی اسپینوزا، یک سوال مطرحه که چرا دوباره بعد از چند سال برمیگرده و رساله سیاسی رو می نویسه؟ آیا نظراتش مثلا عوض میشه یا حرفهای دیگری برای گفتن داره؟ داستان چیه که دوباره برمیگرده و به این موضوع می پردازه؟ می خواهیم به این سوال هم در این گفتار جواب بدیم. در گفتار نخست گفتیم رساله الهیات و سیاست اسپینوزا به رابطه بین مذهب و سیاست میپردازه. ببینید، باید توجه داشته باشیم داریم درباره فیلسوفی صحبت میکنیم که در قرن 17 زندگی میکرده. هنوز حکومت دینی، اندیشه هایی که وجود داشته که باید حکومت در اختیار دینداران باشه، در اختیار کلیسا باشه، هنوز اون موقع رواج داشته. و اتفاقاً من موضوعیت این بحث رو برای ما ایرانی ها از این جهت میدونم که درسته که حالا این موضوع یعنی ورود اندیشه های حالا مذهبی در عالم سیاست در دنیای امروز در غرب زیاد جایگاهی نداره و اونها کاملا این دوتا مقوله رو، یعنی ستیت و ریلیجن رو، از هم جدا کردن و این رو به عنوان یک اصل، در واقع به عنوان یک اصل پذیرفتن که دین باید از سیاست جدا باشه، حکومت باید از سیاست جدا باشه، حکومت باید از دین جدا باشه، اینو پذیرفتن. ولی برای ما ایرانی ها همچنان موضوعیت داره، چون همچنان شما میبینید که ما درگیر مسائلی هستیم که اروپا در قرن 17 درگیرشون بود، یعنی اینکه چه رابطه ای باید وجود داشته باشه بین مذهب و سیاست. و اسپینوزا در اون فضا در واقع صحبت می کرد و لازم بود که تلاش هایی صورت بگیره که به هر حال سیاست در مسیر درستی بیاد و قرار بگیره. در رساله الهیات و سیاست که اولین رساله سیاسی اسپینوزا هست، میره سراغ این که سیاست رو از مذهب کاملا جدا بکنه و در اونجا یک در واقع
صحبتهایی رو مطرح میکنه که باعث خشم علمای مذهبی و دینداران در اون زمان میشه. مثلا اسپینوزا میگه اندیشه های جزمی و مناسک دینی پرورش دهنده خرافات در ذهن بشره. خب این نکته هم خیلی اهمیت داره که بهش فکر بکنیم. میگه اندیشه های جزمی که معمولا در ادیان زیاد دیده میشه که خودشون رو حق میدونن، همه غیر خودشون رو ناحق میدونن از یه طرف، و مناسک دینی، انجام این مناسکی که خب در همه ادیان وجود داره. میگه اینها باعث میشه که افراد خرافاتی بشن و میگه به جای این که سرگرم مناسک مذهبی بشید، برید به اندیشه ورزی و خرد ورزی بپردازید. خب این یه نکته بسیار بسیار مهمیه که در رساله اول که رساله الهیات و سیاست هست اسپینوزا بهش میپردازه. یه تمایز دیگه هم میده که اون هم خیلی مهمه، یعنی هم تمایز مذهب و سیاست رو اونجا داریم، هم تمایز الهیات از فلسفه. تأکید میکنه که ببینید الهیات یعنی اطاعت و ایمان، در حالی که فلسفه یعنی جستجوی حقیقت با بهرهگیری از خرد. این دوتا مقوله جدا از هم هستند. این تمایز رو باید بدیم. این دو مسیر جداگانه هستند. هرچند که بعدا در بحث مونیسم میرسیم به اینجا که میشه گفت که اسپینوزا میگه که اون چی که در الهیات دنبال میشه، مفهومی که در مورد خدا مطرح میکنه که حالا در گفتارهای بعدی به این موضوع خواهم پرداخت، میگه هدف الهیات، علم و فلسفه در واقع یه چیزه. هر ستا دارن یک چیز رو مطالعه میکنن. حالا علم میخواد قوانین طبیعت رو کشف بکنه، قوانین جهان هستی رو، فلسفه هم به نوعی به دنبال مسئله وجود هست، و الهیات هم خدا. میگه اینها همه یه چیز هست که حالا بعدا بهش خواهیم پرداخت. ولی در رساله الهیات و فلسفه ضمن تلاشی که انجام میده تا حوزه مذهب رو از حوزه سیاست جدا بکنه، میاد و میگه که به تمایز الهیات و از فلسفه هم توجه داشته باشیم، و میگه الهیات یعنی اطاعت و ایمان، در حالی که فلسفه یعنی جستجوی حقیقت با بهرهگیری از خرد، و اینها دو مقوله جداگانه هستند. خب بدیهیه که چنین روی کردی که نسبت به مذهب داشته، چون چرا میاد این تمایز رو میده؟ این تمایز رو میده که میگه این تمایز بین الهیات و فلسفه ضروریه تا دست روحانیون از دخالت در پژوهش‌های فلسفی کوتاه بشه. ببینید دو جا میخواد دست روحانیون رو کوتاه بکنه، یکی در حوزه سیاست و حکمرانی، میگه اینها اگه بیان اونجا بلا زیاد میشه، گرفتاری زیاد میشه که بهش میپردازیم، یکی دیگه میگه که دست اینها رو از دخالت در پژوهش های فلسفی هم باید کوتاه کنید. اینها رشتهشون الهیاته و الهیات یعنی اطاعت و ایمان، اینها رو راه ندید. خب طبیعیه که با این روی کرد مخالفت شدید روحانیون با اسپینوزا اتفاق میفته، و روحانیون اون زمان کشیش ها به مخالفت با اسپینوزا برخواستند. شوراهای کلیساهای لوتری رساله الهیات و سیاست رو کتابی زاله معرفی کردند، گفتن این رساله ای درباره بت پرستی و خرافه هست، و همچنین اون رو کثیف ترین و الحادی ترین کتابی که تا کنون جهان به خود دیده است معرفی کرده. خب این هم روی کرده روحانیون و در واقع کشیش ها که در واکنش به اندیشه های اسپینوزا، اونها هم کتاب او را کتاب زاله دونستن و بعدن گرفتاری هایی که براش درست کردن. اسپینوزا ابتدا در رساله الهیات و سیاست میاد دست عالمان دین یهود و حالا مسیحیت رو
کوتاه میکنه و همونطور که خدمتون عرض کردم هشدار میده که دکانداران دیانت رو سر میز سیاست راه ندید. گفتم خدمتون از دو جا میخواد دست اینها رو کوتاه کنه، یکی در حوزه سیاست و حکمرانی، دیگری در حوزه پژوهش‌های فلسفی. میگه این دو جا باید دست اینها کوتاه بشه. و بعد از اینکه این کار رو در رساله اول انجام میده، میاد در رساله دوم که با عنوان رساله سیاسی شناخته میشه، Political Treaties، اونجا دیگه به بحث پیرامون اشکال مختلف حکومت میپردازه و سه نوع حکومت، سه نوع اصلی که در اون زمان بحث میشده، اینها رو مطرح میکنه: حکومت‌های پادشاهی، حکومت‌های طبقه اشراف و دموکراسی. این ستا رو مطرح میکنه و سعی میکنه توصیه ها و پیشنهاداتی هم در این زمینه ها داشته باشه که چه کار میتونیم انجام بدیم که این سه نوع حکومت کارآمد بشن. ببینید، نمیاد به این شکل بحث رو مطرح کنه در رساله سیاسی که خب ما سه نوع حکومت داریم. معمولا افراد این کار رو میکنن، یکی رو بر اون دوتا ترجیح میدن، میگن این خوبه، حسناش ایناست، اون دوتا بدن، عیباشون ایناست. این کار رو انجام نمیده اسپینوزا. میاد هر ستا رو در کنار هم مطرح میکنه و برای کارآمد کردن هر ستاشون، یعنی حکومت پادشاهی رو لزوماً آنطور که ستیز نشون میده با حکومت دینی، با پادشاهی این کار رو نمیکنه. میگه ولی خب ممکنه گرفتاری های درست بشه، باید این کارا رو بکنیم تا حکومت پادشاهی گرفتار مردم رو گرفتار نکنه، که ما بحثمون متمرکز بر همین ها هست در این جلسه. خب میدونید اسپینوزا در زمانی زندگی میکرد که در هلند، وقتی که به هر حال اجداد اینها از نواحی اسپانیا و پرتغال مهاجرت میکنن میان به هلند، هلند یک فضای بازتری رو از نظر آزادی اندیشه داشت و در مقایسه با اسپانیا و پرتغال اون زمان که دادگاه تفتیش عقاید راه انداخته بودند، وضعیت خیلی بهتری داشت و همین باعث میشد که اسپینوزا در نوشته های خودش این وضعیت رو مورد ستایش قرار میده و میگه ببینید آزادی که اقوام مختلف در کنار هم زندگی بکنند تهدید کننده صلح و امنیت نیست. ولی خب بعدن اتفاقاتی میفته که بعضی ها معتقدن همین اتفاقات که با همراه هست با کشته شدن دویت که حاکم هلند بود، اون هم به شکل بسیار بروتال و وحشتناک و ظالمانه ای، بعضی ها معتقدند که این اتفاقاتی که در هلند افتاد یه مقداری روی اندیشه های سیاسی اسپینوزا تأثیر گذاشت، که به این موضوع هم خواهیم پرداخت. اسپینوزا می گفت که کشیشان خرافات رو در لباس دیانت به خورد مردم میدن. وقتی که وضع و صحنه رو مورد مطالعه قرار میداد، میدید که چون میدونید خودش در زمینه آموزش های مذهبی آموزش دید در این زمینه ها، خب کاملا آشنا بود اینا چی به مردم میگن، چی یاد میدن، و وقتی صحنه رو نگاه میکرد میگفت ببینید این علمای مذهبی، حالا هم در مسیحیت هم در آیین در دین یهود، می گفت اینها در لباس دیانت خرافات رو به مردم آموزش میدن و شرایط به گونه ای رقم خورده که معابد به جای شنیده شدن کلام الهی، ما می بینیم خطیبانی فاسد به جای تعلیم دادن مردم، به جای ارشاد مردم، اونها رو به انقیاد خود در می آورند، از اونها بنده می سازن. هر کار ما گفتیم باید اون کار رو انجام بدیم. و اینها در سخنانشون در این معابد هر نوع حکمران فاسدی رو نماینده خدا معرفی می کنن و اطاعت از اون رو اطاعت از خدا جا می زنن. با این مسئله اسپینوزا به شدت مخالف بود و در رساله اول به خصوص به این موضوع پرداخت.
میگه که در کنار این آسیب، آسیب اول چی بود؟ میگفت کشیشان خرافات رو در لباس دیانت به خورد مردم میدن. میگفت در کنار این آسیب یه آسیب دیگری هم میبینیم وجود داره و اون چیه؟ اینه که وقتی که حکومت میره دینی بشه، افرادی که در باطن دیندار نیستند، معتقد به این دیانت نیستند، افراد خبیث، اینها میان لباس دیانت میپوشن، در ظاهر خودشون رو مؤمن میگیرن و تا چی؟ تا فرصت به دست آوردن مقام رو برای خودشون فراهم کنند. خب شما ببینید توضیحاتی که داره میده خیلی شبیه وضعیت امروز ایران هست که یک حکومت مذهبی شما دارید، افراد برای اینکه به یک مقام و موقعیتی برسند باید ظاهرا دیندار باشند، تسبیح به دست بگیرن و چه کارهایی که میبینید. میگه که آسیب دیگری که وجود داره اینه که وقتی شما حکومت رو دینی میکنید، افراد خبیث، افرادی که در باطن به این دیانت هیچ اعتقادی ندارن، میان در ظاهر لباس دیانت میپوشن تا این فرصت رو برای خودشون فراهم کنند که به مقام و پست و جایگاهی برسن. و میگه این افراد آبرویی برای دیانت نخواهند گذاشت، چون اینها هر کاری که میکنن، خب امروز ببینید چقدر اختلاس میشه، اختلاس ها رو در ایران چه کسانی انجام میدن؟ خب ببینید که بحثی که ما داریم مطرح میکنیم، اندیشه های سیاسی اسپینوزا خیلی موضوعیت داره در اتفاقاتی که امروز داره در کشور ما میفته. میگه این افراد خبیث که اهل دیانت نیستند ولی سودای قدرت و ثروت دارند، وقتی حکومتی دینی میشه اینها میان در ظاهر خودشون رو اهل دیانت نشون میدن تا امکان رسیدن به قدرت و ثروت رو برای خودشون فراهم کنن. اون وقت میبینید که وقتی که در یک فضای دیگری، مثلا در یک مسافرتی، یک گوشهی مچ اینها رو میگیرن، میبینید که اینها اصلا معتقد به این نوع دیانت نیستن و به سبک و شیوه دیگری دارن زندگی میکنن. پس این آسیب دوم هست. آسیب دوم میشه افراد خبیث میان از این فضا استفاده میکنن، لباس دیانت میپوشن و چون اعتقادی در باطن به این دیانت ندارن، ضربه های مهلکی اتفاقا به دینداری میزنن. ببینید اسپینوزا آنطور که خیلی ها فکر میکنن مخالف دینداری، مخالف با مذهب یا حتی مفهوم خدا نیست. خیلی ها گفتن اسپینوزا آتئیست هست، که حالا به این سوال هم باید جواب بدیم که آیا اینجوری نیست و به اون خدایی که در این ادیان به این شکل به مردم معرفی میشد در کلیساهای قرن 17 هم، با اون فسادی که کلیسا رو گرفته بود، داشت به اون در واقع حمله می کرد. باید این مسئله رو در نظر داشته باشی. اسپینوزا درباره اندیشه‌ای که میگه که حکومت باید دینی بشه، میگه حالا گیرم که شما اومدید مردم رو به فرمان کاری کردید که به فرمان حاکمیت گردن بنهند و از آزادی اندیشهشون صرف نظر بکنن. میگه حکومت اگر دینی بشه اجازه آزادی اندیشه رو نمیده. آدم دیندار نمیتونه همچین اجازه ای رو بده و هر جا هر زمان دینداران حکومت رو در دست گرفتن با آزادی اندیشه مبارزه کردن. میگه که اینها مردم رو میخوان به انقیاد خودشون در بیارن و نتیجه این مسئله چی خواهد شد؟ میگه نتیجهش این میشه که در عمل مردم گرفتار ریا و تزویر و چاپلوسی میشن. میگه در چنین حکومتهایی مردم چیزی خواهند اندیشید و چیز دیگری را بر زبان خواهند راند، چون به هر حال براشون تبعاتی داره، پیامدهایی داره. ممکنه در اداره، در خیابان یه مقدار رعایت بکنن ولی در باطن به اون حرفهایی که در ظاهر در جامعه میزنن هیچ اعتقادی نداشته باشن. نوعی ریا و تزویر در این نوع حکومت ها در میان مردم رشد میکنه و میگه که
در چنین شرایطی فضیلت‌های انسانی به مسلخ میره. میگه حتی وفاداری که از بنیادی ترین فضیلت هاست دستخوش تباهی میشه. دغلبازی و ریاکاری شیوع پیدا میکنه و اسپینوزا به عنوان یک فیلسوف هیچ رذیلتی رو بالاتر از ریا و تزویر نمیدونه و میگفت سلب آزادی اندیشه تنها سلب یکی از مهمترین حقوق طبیعی انسان نیست. خب میدونید اسپینوزا در بحث حقوق طبیعی انسان فرقش با جان لاک اینه. جان لاک وقتی از حقوق طبیعی صحبت میکنه از حق حیات، حق مالکیت، اینها حق حتی سلامتی استفاده میکنه و اینها رو مورد توجه قرار میده، ولی در اندیشه جان لاک آزادی اندیشه از جمله حقوق طبیعی انسان نیست. ولی در اندیشه اسپینوزا یکی از مهمترین حقوق طبیعی انسان آزادی اندیشه است و میگه که حکومت‌های دینی اینو از مردم میگیرن و هیچ و میان به واسطه شرایطی که ایجاد میکنن ریا و تزویر رو در جامعه گسترش میدن و میگه که از این جهت هست که فقط این گونه نخواهد بود که سلب آزادی اندیشه به عنوان یکی از مهمترین حقوق طبیعی انسانها اتفاق بیفته، بلکه تالیهای فاسد دیگری هم داره که چیه اونها؟ یکیش ترویج ریا و تزویر هست. آزادی اندیشه در فلسفه اسپینوزا همونطور خدمتون عرض کردم از جمله عالی ترین حقوق طبیعی انسان هاست و هیچ حکومتی حق نداره اونو از مردم چکار بکنه؟ سلب بکنه. و هیچ حکومتی حق نداره مردم رو وادار کنه که مطابق فرمان حکومت بیاندیشند. اسپینوزا بدترین حکومت رو حکومتی میدونه که آزادی فکر و اندیشه رو از مردم سلب بکنه و میگه که وظیفه حکومت این هستش که این آزادی ها رو برای مردم تضمین بکنه و خلاصه میبینیم که در با این روی کردی که نسبت به حکمرانی داره و معتقده که دینداران هرگز نمیتونن آزادی اندیشه رو، آزادی فکر رو و بیان رو تضمین بکنن، برای همین میگه سر میز سیاست اصلا اینها رو راه ندید. اسپینوزا همواره بر موضع آشتی ناپذیر خودش در قبال آزادی اندیشه تاکید میکنه و اینو در عمل هم نشون میده. ما خیلی ها رو میبینیم که ممکنه حالا در مقام سخن حرفهایی رو بزنن ولی پای عمل که به میان میاد، پای منافع که به میان میاد به گونه دیگری رفتار میکنن. ولی اسپینوزا از این دست آدم ها نیست. در سال 1673 رئیس فرهنگ هایدلبرگ در ایالت راین آلمان میاد طی نامه ای از اسپینوزا دعوت میکنه تا کرسی استادی دانشگاه رو، استادی فلسفه در دانشگاه هایدلبرگ رو بر عهده بگیره. فقط براش یه شرط میذاره در این نامه، میگه به شرطی که آزادی از آزادی بیان خودت برای القای شبهه و آشوب اذهان، همون چیزی که امروز تشویش اذهان عمومی میگن، علیه دیانت رسمی استفاده نکنید. میگه شما میتونی بیای اینجا تدریس بکنی در این دانشگاه به شرطی که از این آزادی بیانی که به شما داده میشه نیاید ایجاد شبهه بکنید در دیانت رسمی. اسپینوزا میاد در پاسخ به این نامه می نویسه من اول اینکه من هرگز علاقه به تدریس عمومی نداشتم
وانگهی نمیدونم در چه مقیاسی آزادی اندیشیدن و فلسفیدن باید برای من محدود بشه تا به نظر نیاد که دارم مثلا نظم دیانت رسمی رو به هم میزنم. میگه اصلا مشخص نیست که مرزهای این مسئله تا کجاست، و در حالی که از نظر اقتصادی در شرایط بسیار بدی زندگی می کرده، این سمت رو قبول نمی کنه. ببینید، اصلا حاضر نبود در قبال آزادی اندیشه قدمی کوتاه بیاد و عقب نشینی بکنه، حتی جایی که منافعی هم برای خودش میتونست داشته باشه. خب، برمیگردیم به سوالی که اول این جلسه مطرح کردیم، که اساساً چرا اسپینوزا بعد از چند سال که رساله الهیات و فلسفه رو نوشته بود دوباره برگشت و رساله دوم رو این بار به عنوان رساله سیاسی نوشت؟ آیا میخواست نظرات پیشین خودش رو رد بکنه؟ ما میبینیم که در رساله سیاسی صحبتی از قرارداد اجتماعی یا سوشال کانترکت نمی کنه. این یکی از تفاوت هایی هست که رساله دوم نسبت به رساله اول داره، ولی بهتره که بگیم که آنچه رساله دوم، رساله سیاسی رو از رساله الهیات و سیاست متمایز میکنه اون هدف و مخاطبشه. ببینید، در رساله اول، رساله الهیات و سیاست، اونجا میخواست دینداران، حتی علمای دینی، اینها رو مورد هدف قرار بده و بگه که ببینید حکومت دینی و روحانیون این مشکلات رو میتونن برای جامعه به وجود بیارن اگر حکومت رو در دست بگیرن. خب، و در این رساله میگه که کسانی که معتقد هستند دیانت و سیاست میتونه در کنار هم قرار بگیره، بیاین ببینید که این گرفتاری ها به وجود خواهد آمد، و میاد هشدارهای لازم رو در این رساله میده. خب شما ببینید در ایران ما هم افرادی به خصوص دیندار معتقدند که سیاستشون از دیانت جدا نیست، دیانتشون از سیاست جدا نیست، این دوتا یکی هست. ولی اسپینوزا استدلال میکنه که این دوتا نمیتونن در کنار هم قرار بگیرن. رساله اول اینه، ولی رساله دوم دیگه خطابش این و هدفش این نیست که مثلا بیاد افراد رو متقاعد بکنه که این دوتا رو نخواهید در کنار هم قرار بدید. حذف میکنه حکومت دینی رو به کل در رساله اول، حذف میکنه در رساله دوم، میره سراغ این که خب حالا در دیگر حکومت ها، در دیگر شیوه های حکمرانی چه کارهایی میشه انجام داد تا اینها رو کارآمد کرد، تا اینها آزادی مردم رو سلب نکنن. بنابراین در رساله دوم میتونم بگم اون ادبیات مذهبی رو کنار میذاره، دیگه نمیخواد راجع به رابطه مذهب و سیاست صحبت بکنه، بر موضوع سیاست و حکمرانی به نوعی متمرکز میشه در رساله دوم. خب شما ببینید، امروزه در دنیای غرب کسی از حکومت دینی دیگه صحبت نمیکنه و جدا نگه داشتن نهاد دین از سیاست امری پذیرفته شده هست و از مسلمات عقلانی هست. ولی در زمان اسپینوزا هنوز این مسئله حل نشده بود، همانطور که در ایران امروز هنوز این مسئله حل نشده، و فضایی که ما داریم درش زندگی میکنیم خیلی شباهت داره با فضای قرن 17 اروپا. در اون زمان حکومت دینی در اروپا طرفدارانی داشت، مثل ایران امروز که حکومت دینی طرفدارانی داره، مدعیانی داره که فکر میکنن این حکومت بهترین شکل حکمرانی است. از این رو در رساله الهیات و سیاست اول میاد تکلیف حکومت دینی رو روشن میکنه
و همونطور که چندی بار عرض کردم خدمتون، در رساله دوم دیگه میره سراغ انواع سگانه حکومت و سعی میکنه که دیگه بحث های دینی رو کنار بگذاره و توصیه هایی رو و پیشنهاداتی رو مطرح بکنه که چگونه این سه نوع حکومت که حکومت های پادشاهی، حکومت طبقه اشراف و دموکراسی باشه، هر کدومی چگونه میتونن شرایط بهتری رو برای مردم رقم بزنن. رساله سیاسی رو ما میتونیم دنباله مناسبی برای اخلاق هم بدونید. میدونید اسپینوزا اول رساله الهیات و سیاست رو نوشت، بعد اخلاق رو نوشت. درسته که از نظر زمانی اخلاق بعد از مرگ اسپینوزا منتشر شده و تاریخ انتشارش بعد از رساله سیاسی هست، ولی بین این دوتا اخلاق رو نوشت. در اخلاق تلاش کرد مسیر رسیدن به آزادی های فردی رو نشون بده که به این کتاب هم در گفتارهای بعدی با جزئیات بیشتری خواهیم پرداخت. در رساله سیاسی سعی میکنه فضای لازم از نظر نهادهای اجتماعی اینا رو بحث بکنه که ما چگونه نهادهای اجتماعی میتونن آزادی های فردی رو چکار میکنن؟ تضمین بکنن. به این بحث میپردازه. اسپینوزا بهترین حکومت رو حکومتی میدونه که آزادی و امنیت مردم رو تضمین بکنه. ببینید اینجا دوباره یه زاویه پیدا میکنه با اندیشه های هابز. هابز میگه بهترین حکومت حکومتیه که امنیت مردم رو برقرار کنه. رأس لیست هابز امنیت بود. ولی اسپینوزا میگه هم آزادی هم امنیت. به گونه ای که مردم باید امنیت داشته باشن، آزادی داشته باشن، به گونه ای که هر کس بتونه بر اساس علایق خود، مطابق با فهم خود و مطابق با اندیشه خودش بتونه زندگی بکنه. در رساله سیاسی به دنبال تدوین اصول و مبانی چنین حکومتی میره. یعنی اول میاد میگه حکومت مطلوب اینه، بعد سعی میکنه هر سه نوع حکومت رو به شیوهی تغییر بده تا این مسئله، این اصل رو، یعنی تضمین آزادی ها و امنیت مردم، هر دوتا در اون لحاظ بشه. خب جای تعجب نیست که میبینیم فلسفه اسپینوزا در اواخر عمر او به نوعی چرخشی داره به سمت موضوعات و مفاهیم مدنی و نسبت به نوشته های اولیش میبینیم که این تفاوت رو پیدا میکنه. کسانی که میخوان این مقایسه رو انجام بدن که بین رساله الهیات و سیاست و رساله دوم که رساله سیاسی هست، در نوشته های پیشین یا حتی در اخلاق شما میبینید اونجا به ذات بشر، به هیومن نیچر خیلی میپردازه و اندیشه هایی رو در جهت بهبود بخشیدن به ذات بشر مطرح میکنه، ولی در رساله سیاسی بیشتر بر جنبه های اجتماعی تاکید میکنه و در جهت ایجاد جامعه مطلوب، نه از طریق بهبود بخشیدن به ذات بشر، بلکه از طریق وضع قوانین اساسی و ایجاد نهادهای مربوطه است. ببینید این دوتا آیتم رو در نظر داشته باشید. سعی میکنه در توصیه هایی که مطرح میکنه به این دوتا بپردازه. یکی این که چه قوانین لایتغیری باید در جامعه باشه که امروزه به عنوان قانون اساسی مثلا در کشورها مطرحه. یکی میگه به این سمت باید بریم، قوانین اساسی داشته باشیم، و دوم ایجاد نهادهایی مثل پارلمان، مثل شوراهای مشورتی. اینها میگه یک سری نهادها هم باید ایجاد بشه تا ما بتونیم یک حکومت مطلوب رو داشته باشیم. بنابراین این نکته هم میخوام مورد توجهتون قرار بگیره که نسبت به نوشته های پیشین که در اونجا تمرکزش بر human nature بود، بر سرشت انسان، بر ذات بشر بود،
در نوشته رساله سیاسی میاد سراغ بحث های مفاهیم مدنی، میاد سراغ اینکه ما چه قوانین اساسی باید داشته باشیم، چه نهادهایی رو باید ایجاد بکنیم تا بتونیم به یک جامعه مطلوب برسیم. رساله سیاست رو میتونیم به طور کلی به سه بخش تقسیمش بکنیم. بخش نخستش که تا فصل چهارمش ادامه پیدا میکنه به بحث های عقلی و نظری درباره سیاست و موانع قدرت سیاسی میپردازه. پس از اول کتاب تا فصل چهارم بحث ها عقلی و نظری. بخش دوم این کتاب که از فصل پنجم شروع میشه میاد اهداف کلی تشکیل حکومت رو توضیح میده. و در بخش سوم کتاب که از فصل ششم تا آخر کتاب هست که البته ناتمام میمونه به خاطر اینکه دیگه عمرش به پایان میرسه، مرگ میاد سراغش، به قسمت انتهای این کتاب ناتمام میمونه، از فصل ششم تا انتها اسپینوزا به بحث پیرامون انواع حکومت ها که عرض کردم سه نوع حکومت، یکی مونارکی یا سلطنتی، یکی آریستوکراسی یا حکومت طبقه اشراف، و که حالا به طور کلی میتونیم بگیم حکومت یک طبقه خاص هست، حالا میتونه اون طبقه خاص فرق بکنه، و سوم هم دموکراسی یا مردم سالاری. میاد توصیه ها و پیشنهادات خودش رو از فصل ششم به بعد مطرح میکنه و میگه چگونه هر یک از این سه نوع حکومت میتونن اهداف ذکر شده در فصل دوم رو برآورده بکنن. پس این تقسیم بندی کتاب رساله سیاسی اسپینوزا هست که به این سه بخش، این شش فصل رو میتونیم تقسیم بکنیم. در فصلهای آغازین رساله سیاسی اسپینوزا استدلال خودش رو بر اساس این مقدمه قرار میده که حکومت هم مثل هر چیز دیگری یک پدیده طبیعیه و از قوانین حاکم بر طبیعت تبعیت میکنه. اسپینوزا میگه در آموزه‌های فلسفی و عقلانی به دنبال علل و مبنای حکومت نباشید. خب بسیاری از پژوهشگران این روی کرد، این دیدگاه اسپینوزا رو جدایی او از نظریه قرارداد اجتماعی دونستن که در رساله الهیات و سیاست ازش صحبت کرده بود. واقعیت اینه که در رساله سیاسی اسپینوزا حتی برای یک بار هم اسمی از قرارداد اجتماعی که یک مفهوم عقلی است، اسمی از این به میان نیاورد. اسپینوزا حکومت رو محصول خود به خود امیال و عواطف انسانی میدونه و میگه افراد به هر حال چه حالا قوانین رو از روی علاقه رعایت بکنن چه از روی ترس، همه تحت تکفل حاکمیت هستن. ولی این که گفته میشه مبنا و اساس حکومت رو روی وضعیت طبیعی انسانها قرار بدید، این رو باید بیشتر مورد کنکاش قرار بدیم که منظورش واقعا چیه. چرا گفته میشه که باید مبنا و اساس حکومت روی وضعیت طبیعی انسانها قرار بگیره؟ اساسا معنی این حرف یعنی چی؟ اسپینوزا اینگونه توضیح میده که تک تک افراد جامعه به صورت انفرادی ضعیف و آسیب پذیرن، ولی افرادی که ترس ها و امیدهای مشترکی دارند در کنار همدیگه تشکیل یک اجتماعی میدن تا به کمک نیروی جمعی بیان بر این چالش ها غلبه بکنن، بر این ترس ها غلبه بکنن. یعنی مردمی که ترس از امنیت خودشون دارن میان یک اجتماعی رو تشکیل میدن و اونجا سعی میکنن به کمک نیروی جمعیشون با این مسئله مواجه بشه. معتقده که در کنار هم قرار گرفتن
افراد و ایده سپردن امور به یه حکومتی که مورد انتخاب این مردم باشه، این در یک فرایند طبیعی شکل میگیره. میگه به طور طبیعی افراد میان و همچین حکومتی رو تشکیل میدن. پس حکومت هم مثل هر چیز دیگری یک پدیده طبیعی است و از قوانین حاکم بر طبیعت تبعیت میکنه. حکومت محصول ناخواسته ولی سودمند این همکاری امیال و عواطف انسانی است. میگه کسانی که خواسته ها و ترس های مشترکی دارند میان یه حکومتی رو تشکیل میدن تا نمایندگان اونها این بیان و این خواسته ها رو برای اینها چکار بکنن، برآورده بکنن. حکومتی تشکیل میدن و نمایندگان مردم میان و به خواسته های اون مردم، به ترس های اون مردم توجه میکنن و وظیفه حکومت چیزی جز مواجهه با این خواسته ها نیست. میگه بر این اساس وضعیت مدنی خودش یک وضعیت طبیعیه. The civil condition is a natural condition. خب؟ و میگه الگوهای پایدار رفتار از نقش‌آفرینی امیال و عواطف انسانی نشأت میگیره و برخی این رویکرد اسپینوزا رو انقلابی و زمینه‌ساز اندیشه های کسانی مثل هایک دونستن. در زمینه پیامدهای خود به خودی و برنامه ریزی نشده هایک حرفهایی میزنه که برخی میگن که این در واقع صحبت های اسپینوزا زمینه ساز این اندیشه ها بوده. به هر حال اسپینوزا در رساله اخلاق این مطلب رو توضیح داده که عقل رو در حکومت بر امیال و هواهای نفسانی مجالی دادن، ولی میگه که راهی که عقل می آموزد بسیار ناهمواره، به گونه ای که همه کسانی که گمان میبرند عامه مردم یا حتی کسانی که تصدی امور عمومی رو دارند، اینها میتونند با راهنمایی احکام عقل زندگی کنند، میگه اینها در رویای عصر زرین شاعران یا داستانهای پریان به سر میبرند. میگه این یک رویایی بیش نیست، هرگز نمیتونه تحقق پیدا بکنه که شما انتظار داشته باشید که افراد با راهنمایی احکام عقل زندگی بکنند. باید حتما قوانینی باشه، باید حتما نهادهایی وجود داشته باشه که اینها رو تضمین بکنه. خب از اینجا ما وارد بحث سرشت انسان میشیم، بحث Human Nature مطرح میشه که اسپینوزا معتقد انسان به ضرورت محل بروز انفعالات نفسانی هست. یک سری هواهای نفسانی، حالا اونطور که دینداران میگن، در انسان وجود داره و انسان ذاتاً دارای یک ویژگی های بخصوصی هست. مثلا یکی از ویژگی های ذاتی انسان رو که مورد توجه قرار میده، میگه که آدم ها وقتی کسی در رنج و گرفتاری باشه نسبت بهش مهربان میشن، سعی میکنن دلسوزی بکنن، ولی اگه همون فرد در زندگی موفق و خوشبخت بشه نسبت بهش حسادت میبرزن. میگه اینها جزء ذات بشر هست. انسان ها ذاتاً به انتقام بیشتر از بخشش متمایلند. وقتی میره در بحث های هیومن نیچر و بررسی میکنه که انسان ها ذاتاً دارای چه ویژگی هایی هستند، این صحبت ها رو در مورد ذات بشر مطرح میکنه در نوشته های پیشین. انسان ها ذاتاً علاقمند به این هستند که دیگران مطابق خواست اونا زندگی کنند و آنچه باب طبع اونها هست برای دیگران هم همین گونه باشه. وقتی کسی مطابق میل اونها، مطابق طبع اونها زندگی نمی کنه، ازش بدشون میاد. دوست دارن هر کسی بر موافق طبع اونها زندگی بکنه. اینا همه ویژگی های سرشتی انسان هست که در نوشته های اسپینوزا مورد توجه قرار
گرفته. هر کس بر مبنای هواهای نفسانی خودش تلاش میکنه که نسبت به دیگران برتری بجویه. برتری جویی جزو سرشت و ذات انسان هست. همه میخوان خودشون رو، حتی در فضای خانواده هر کدام دلشون میخواد از بقیه پیشی بگیرن. انسان ذاتاً برتری جو هست و این برتری جویی اون رو در تنش با دیگران قرار میده، چون همیشه دیگران رو به عنوان رقیب نگاه میکنه و میخواد در این میدان رقابت پیروز بشه. خب اینها یک سری ویژگی های سرشتی انسان ها هست که مورد توجه اسپینوزا قرار گرفته و اینها رو در فلسفه سیاسی خودش مد نظر قرار میده و میگه که اگرچه همگان اعتقاد دارند که دیانت محبت به دیگران رو میآموزه و اینکه هر فردی باید دیگری رو هم نوع خودش بدونه و او را هم مانند خودش دوست داشته باشه، از حقوق او مانند حقوق خودش دفاع بکنه، ولی میگه این گونه اعتقادات که ادیان سعی میکنن در افراد ایجاد بکنن تا این مشکلاتی که در سرشت و ذات بشر هست اینها رو یه مقدار کنترل بکنن، میگه این گونه باورها و اعتقادات مذهبی در مقایسه با نیروی قدرتمند هواهای نفسانی از قدرت اندکی برخورداره. یعنی هرگز نمیتونه این گونه آموزه ها بیاد غلبه بکنه. میگه خیلی کار سخته که شما بتونید اون چیزهایی که در ذات بشر، در سرشت انسان هست، که گفتیم چی بود؟ یکیش برتری جویی بود، دیگران رو به شکل رقیب دیدن و همیشه در صدد این باشیم که بخوایم اونها رو نسبت به اونها در رقابت ها پیروز بشیم، اینکه بخوایم دیگران مطابق با خواست و میل و طبع ما زندگی بکنن، و اینکه انسان ها وقتی ببینن یکی در رنج و گرفتاریه سعی میکنن باش مهربانی کنن، دلسوزی کنن، ولی اگه ببینن که اون وضعش خوبه، موفق و خوشبخته، بهش حسادت میکنن. میگه اینها، این گونه ویژگی ها در سرشت انسان ها هست و اینکه در ادیان میان و سعی میکنن محبت رو به افراد آموزش بدن، قدرت این گونه آموزش ها نسبت به شدت و قدرت این هواهای نفسانی اونقدر نیست که بتونه به راحتی بر اونها غلبه بکنه. از این جهت هست که نسبت به سرشت انسان رویکرد مثبتی در آثار اسپینوزا دیده نمیشه. خب حالا اسپینوزا از وضعیت طبیعی هم صحبت میکنه. The state of nature. خب در آرا و اندیشه های اندیشمندان مختلف ما میبینیم که از the state of nature صحبت میشه. هم توماس هابز در این باره صحبت کرده، هم جان لاک و هم ژان ژاک روسو، همشون به این موضوع پرداختن که این state of nature چی هست و چگونه باید بهش بپردازیم، ولی با ادبیات متفاوتی به این مسئله پرداختن که لازمه که این مقایسه رو اینجا داشته باشیم. خب اسپینوزا این مفهوم، یعنی وضعیت طبیعی، رو متفاوت از بقیه، از جمله هابز و لاک و روسو، مطرح میکنه و سعی میکنم به طور خلاصه این مقایسه رو اینجا داشته باشم و بعد به ادامه بحث پیرامون رساله سیاسی بپردازم. ببینید، برای علاقمندان به شناخت تفکر در انسان همواره این مسئله حائز اهمیته، باید بهش توجه بکنن که در زمینه ذات و سرشت بشر ما چه پاسخی به این مسئله داریم. انسان، این سوال مطرح، انسان چگونه و با چه کیفیتی پا به این جهان می‌گذارد؟
آیا از قبل چیزی میدونه؟ به قول معروف 0 کیلومتر بچه ای که امروز متولد میشه، یا اینکه نه با یک پیشینه ای از نظر حالا ژنتیکی، از نظر آنچه که برخی روانشناسان از جمله یونگ مطرح می کنند، یک پیش زمینه هایی وجود داره. خب گروهی از تجربه گرایان از جمله جان لاک نظریه لوح سفید یا تابولا رازا رو اینجا مطرح کردند. میگن انسان مانند تخته ای است که هیچی روش نوشته نشده. تجربه گرایان معتقدند انسان 0 کیلومتر در واقع پا به این جهان میگذاره. از نظر هابز وضعیت طبیعی این گونه بحث میشه. میگه شرایطی است که در اون هیچ قانونی وجود نداره. هیچ قرارداد اجتماعی بین مردم و حکومت وجود نداره. ببینید با یه نگاه متفاوتی به State of Nature نگاه میکنه توماس هابز. میگه در چنین وضعیتی که هیچ قرارداد اجتماعی بین مردم و حکومت وجود نداشته باشه، افراد بر اساس علایق شخصیشون میخوان زندگی کنن و عمل کنن. و میگه بدیهی است در چنین وضعیتی، یعنی در State of Nature، در اندیشه هابز میگه در چنین وضعیتی خشونت و قتل و وحشیگری بیداد خواهد کرد. هابز میگه این گونه نیست که شما آدمها رو به حال خود رها کنید و اونها در کمال آرامش با رعایت حقوق یکدیگر بیان و زندگی بکنند. همون جمله معروف هابز رو همیشه باید در نظر داشته باشیم که میگفت انسان گرگ انسان است. از این جهت هست که توماس هابز میگه باید یک دولت مقتدر یا همون لوایثان باشه تا جلوی هرج و مرج ها رو بگیره، تا جلوی وحشیگری انسان ها رو بگیره. و میگه مردم در یک قرارداد اجتماعی به چنین دولتی اختیار میدن تا نظم و امنیت رو بیاد برقرار کنه، حتی اگر به قیمت محدود شدن آزادی هاشون تمام بشه. میگه یه مقدارم صرف نظر کنیم از آزادی هامون، ارزشش رو داره. اون نظم و امنیتی که حکومت برای ما برقرار میکنه ارزشش رو داره. این فلسفه سیاسی هابز هست. این نگاه هابز هست به مسئله State of Nature. میگه در State of Nature آدما میزنن همدیگر رو تیکه پاره میکنن. ما نیازمند یک حکومت مقتدر هستیم. در فلسفه هابز ترس و نگرانی از نبود امنیت مردم رو به سمت این قرارداد اجتماعی و سپردن امور به یک دولت مقتدر میکشونه. و خب در فلسفه سیاسی هابز مفهوم جامعه مدنی در مقابل مفهوم اون وضعیت طبیعی یا State of Nature قرار میگیره. پس اینجا دو تا وضعیت داریم. وضعیت طبیعی که اگه انسانها رو به حال خود رها کنیم به خاطر اون گرایش های سرشتی که دارن که میگه انسان گرگ انسان است، اگر یک قرارداد اجتماعی نباشه، اگه یک حکومت مقتدر نباشه، آدما میزنن همدیگر رو تیکه پاره میکنن، میگه در وضعیت طبیعی این گونه خواهد بود در State of Nature و ما نیازمند یک سیویل سوسایتی هستیم، یک جامعه مدنی که در اون افراد بیان حتی اگر به قیمت صرف نظر کردن از آزادی هاشون باشه، بیان و بخشی از آزادی هاشون رو هم صرف نظر کنن، ولی یک دولت مقتدر رو تشکیل بدن تا بیاد امنیت مردم رو برقرار بکنه. میگه وضعیت طبیعی، هابز میگه وضعیت طبیعی یعنی هرج و مرج، باید با ایجاد یک حکومت مقتدر جلوی خونریزی و قتل و جنایت ها رو گرفت. خب ببینید این هم نگاه هابز بود به وضعیت طبیعی. ولی جان لاک او هم از State of Nature صحبت میکنه، ولی روی کردش تفاوت های بنیادین با هابز داره. لاک وضعیت طبیعی رو برخلاف هابز توأم با خشونت و هرج و مرج نمیدونه. وقتی میخواد State of Nature یا وضعیت طبیعی رو مطرح بکنه،
توضیح بده، تعریف بکنه، میگه شرایطی است که انسانها در صلح و آرامش زندگی میکنند. ببینید نگاه متفاوتی دارن این اندیشمندان به ذات بشر. عرض کردم تجربه گرایان و مهمترینشون در اینجا میتونیم از لاک صحبت بکنیم، اینها معتقدم که انسان در وضعیت طبیعی مثل یک لوح سفید هست، هیچ چیز حالا خوب یا بدی بر این لوح نیست. و میگه که حالا این وضعیت طبیعی رو در نظر بگیرید، میگه که در وضعیت طبیعی که قوانین طبیعی بر اون حاکمه، انسان ها میتونن در آزادی و برابری زندگی کنن. البته جان لاک هم اذعان داره که ممکنه این وضعیت طبیعی تهدید بشه و ما نیازمند یک دولتی هستیم تا بیاد از حقوق طبیعی مردم محافظت بکنه. ولی ببینید اندیشه تشکیل دولت رو خیلی متفاوت مطرح میکنه نسبت به هابز، در حالی که هابز میگه یک دولت مقتدر بیاد ولو اینکه یه مقدار از آزادی های مردم، حقوق مردم اینها کم بشه ولی امنیت مردم رو تأمین بکنه، جان لاک میگه که در وضعیت طبیعی انسان ها واجد یک سری حقوق هستند. حقوقی از جمله حق حیات، حق زندگی، حق مالکیت، حق انتخاب سبک زندگی اینها. البته توجه داشته باشیم که لاک به خاطری که مذهبی بود از حق آزادی اندیشه صحبت نمیکنه جزء حقوق طبیعی انسان ها. ولی با این وجود میگه حالا دولتی باید تشکیل بشه تا از این حقوق طبیعی مردم محافظت بکنه و رویکرد جان لاک نسبت به هابز خیلی انقلابیه، چون لاک میگه اگر دولتی آمد و این حقوق طبیعی مردم رو مثلا ازشون محافظت نکرد یا حتی خواست اینها رو بهشون تعدی بکنه، مردم باید انقلاب کنن چون این دولتی رو سرنگون بکنن. یعنی حکومتی که بخواد حقوق طبیعی مردم رو ازشون بگیره اصلا حکومت مشروعی نیست و مردم وظیفه دارن در مقابل حکومتی که حقوق طبیعیشون رو سلب میکنه مقاومت کنن. و اساسا اون تشکیل حکومت رو در یک قرارداد اجتماعی به این شکل میبینه که بیاد پاسداری بکنه از حقوق طبیعی مردم. پس میبینیم که از نظر لاک حدود اختیارات دولت بسیار محدودتر از آن چیزی هست که در اندیشه های سیاسی هابز میبینیم. خب علاوه بر اینها ژان ژاک روسو هم درباره وضعیت طبیعی یا The State of Nature صحبت کرده. نظر او هم خب نظری کاملا متفاوت هست. او میگه انسان ها در حالت طبیعی در State of Nature آرام و صلح طلب هستند. درست مخالف هابز که میگفت انسان در حالت طبیعی گرگ انسانه. روسو میگه این تشکیل جوامع انسانی بوده که سبب شده اون ذات خوب و بیآزار انسان ها فاسد بشه. جامعه رو به نوعی مسبب فاسد شدن انسان ها میدونه، که این هم خواستیم اینجا مورد توجه قرار بدیم برای اینکه خیلی بحث حالا طولانی نشه. بریم ببینیم اسپینوزا در زمینه وضعیت طبیعی چی میگه. اسپینوزا انتقال از وضعیت طبیعی به وضعیت جامعه مدنی رو در گرو رشد عقلانیت و خردمندی انسان ها میدونه. برخلاف هابز که ترس از هرج و مرج رو زمین ساز تشکیل و حکومت و قرارداد اجتماعی میدونه، اسپینوزا توسعه عقلانیت رو، رشد عقلانیت رو ضروری میدونه. البته رسیدن به وضعیت مدنی رو یک فرایند طبیعی هم میدونه، چون به اون وضعیت فرایندهای طبیعی تشکیل دولت، رسیدن به وضعیت مدنی، میگه اینها همه در یک فرایند طبیعی اتفاق خواهند افتاد. یعنی انسانهای خردمند خواسته ها و امیال خودشون رو در مسیر رسیدن به یک جامعه مدنی کنترل و هدایت میکنند.
و دولتی که تشکیل میشه محصول طبیعی نیازها و خواسته های افرادی است که در یک خرد جمعی اومدن اونو تشکیل دادند. خب اینجا میبینیم مفهوم صلح از نظر هابز با آنچه که اسپینوزا میگه تفاوت بنیادین داره. هابز در تعریف صلح میگفت وضعیتی که در اون جنگ نباشه. صلح وضعیتی است که در اون جنگ نباشه، ولی برای اسپینوزا صلح صرفاً به معنای نبود جنگ و منازعه نیست. صلح یعنی هماهنگی بین انسانها، یک هارمونی باید بین انسانها ایجاد بشه که این چه زمانی ایجاد میشه؟ در نتیجه رشد عقلانیت و پرورش فضیلت ها به دست میاد. در این معنا حکومت موفق حکومتی نیست که میتونه از جنگ و منازعه جلوگیری کنه. حکومت باید زمین سازی های لازم رو انجام بده تا افراد بتونن به لحاظ عقلانی و در جهت خردمند شدن رشد کنن. ببینید وظیفه دولت و حکومت رو اسپینوزا به چه زیبایی میبینه نسبت به هابز، نسبت به لاک و بقیه. میگه حکومت باید زمینه سازی کنه تا افراد بتونن به لحاظ عقلانی و در جهت خردمند شدن رشد کنند. میگه وقتی که افراد خردمند شدن، این دیگه به شکل طبیعی ما شاهد یک حکمرانی خوب خواهیم. میگه حکومت باید کاری بکنه که فضیلت‌های انسانی به منصه ظهور برسن. و اینجا تمایز بین آنچه در ظاهر حق و قانونی است و آنچه با فضیلت‌های انسانی سازگاره مطرح. خب پرسش اساسی در اینجا اینه که چگونه دولت میتونه به این امر مهم دست پیدا بکنه تا افراد بیان و متناسب با عقلانیت رفتار بکنن. حواسمون باشه اسپینوزا درسته که در این بار صحبت میکنه که وظیفه دولت رو این میدونه که افراد رو از نظر عقلانی و خردمند در جهت خردمند شدن پرورش بده، ولی همواره او بر انسان رو ذاتاً خردگریز، بیمنطق و خودخواه میدونه. این نکته مهمیه که از نظر سرشتی، از نظر ذاتی اسپینوزا هم و اینو بارها در آثارش مطرح کرده که انسان فی نفسه خردگریزه، بیمنطقه، خودخواهه. همون چیزی که در آموزه های تفکر نقادانه هم هست. در تفکر نقادانه هم میگیم ما آدم ها چون خودخواهیم، چون خردگریز هستیم، نمیتونیم متناسب با آموزه های کریتیکال تینکینگ زندگی بکنیم، مگر اینکه آموزش ببینیم و تغییر بکنیم، در این جهت رشد بکنه ذهن ما. ایجاد شرایط مطلوب که انسانها در هماهنگی و صلح زندگی کنند، این در گرو رشد عقلانیته. اینو اسپینوزا میگه. میگه اگر عقلانیت رشد کنه، اون موقع انسانها یاد میگیرن که در هماهنگی و صلح زندگی بکنن. و میگه که دولت به جای تحکم کردن، به جای اینها، باید جنبه آموزشی و پرورشی خودش رو فراموش نکنه. به میزانی که عقلانیت در یک جامعه رشد کنه، صلح و هماهنگی، هارمونی بین افراد جامعه بیشتر میشه و حد اعلای این صلح و هماهنگی هم به هر حال زمانی که همه بیان و عقلانی رفتار کنه. میگه هدف دولت باید این باشه که افرادی که ذاتاً خردگریز هستند، خودخواه هستند، اینها رو به گونه ای تربیت کنه که حتی المقدور عقلانی و با فضیلت بشه. خب اینو از چه طریقی؟ یکی ایجاد شرایط مطلوب برای زندگی شرافتمندانه. اگه شرایط مطلوب نباشه، اگه فقر در جامعه باشه، اگه بیکاری باشه، صحبت از این حرف ها همشون بیهوده است. وظیفه دولت ایجاد شرایط مطلوب برای زندگی شرافتمندانه است. اینو که ایجاد کرد، باید تقویت آموزش همگانی رو هم در
دستور کار خودش قرار بده. دولت وظیفه داره در زمینه آموزش همگانی. حالا آموزش چی؟ آموزش مردم در جهت پرورش فضیلت ها و رشد عقلانی و خردورزی. باید به شهروندان آموزش خردورزی و خردمندی داده بشه. اینو جزء وظایف دولت میدونه. گفتیم اولی ایجاد شرایط مطلوب برای زندگی شرافتمندانه، جامعه‌ای که توش فقر باشه، جامعه‌ای که توش بیکاری باشه، این شرایط نمیتونه ایجاد بشه. دولت باید، حکومت باید به این فکر باشه. بعد میگه بیاد به مسئله آموزش همگانی مردم در جهت خردمندی توجه کنه. بعد از اون میگه بره به سمت وضع قوانین و تشکیل نهادهایی که مردم در اونجا تضمین بشه شهروندان عقلانی رفتار میکنن. میگه ابتدا شرایط مطلوب برای زندگی ایجاد بکنه، بعد از اون آموزش هم بده، چون افراد، انسانها ذاتن چیان؟ خردگریزن، خودخواهن، به دنبال هواهای نفسانی خودشون هستن. میگه باید در این زمینه وظیفه تربیتی خودش رو دولت و حکومت انجام بده. ولی اینجا بس نخواهد بود، باید یه قوانینی هم وضع بشه که افرادی که تخطی میکنن اینجا بتونن بازخواست بشن و نهادهایی باید باشه تا این عقلانی رفتار کردن شهروندان رو ضمانت بکنه. در این جهت اسپینوزا وظیفه دولت رو میاد و تعریف میکنه. راه حل اسپینوزا اینه که باید در زمینه قانونگذاری و ایجاد نهادهای حالا مربوطه اقداماتی صورت بگیره تا افراد یاد بگیرن چگونه امیال و خواسته های خودشون رو در جهت خیر عمومی قرار بدن و از عقلانیت مدنی صحبت میکنه، civil rationality. میگه عقلانیت مدنی محصول این نوع قانونگذاری و تشکیل نهادهای اجتماعی هست. ببینید بسنده نمیکنه به تربیت، بحث های تربیتی و کار روی سرشت انسان و این حرف ها. در رساله سیاسی میاد سراغ قانونگذاری و تشکیل نهادهای اجتماعی. میگه دولت باید در جهت ایجاد هماهنگی، هارمونی و همبستگی بین شهروندان قدم برداره. ولی خب شما نگاه کنید امروزه میبینید حکومت ها همش به دنبال ایجاد تفرقه هستند، بین مردم اختلاف میندازن، در حالی که اسپینوزا وظیفه دولت رو ایجاد هماهنگی و همبستگی میدونه. باید روحیه پذیرش و موافقت جای خودش رو به خصومت و دشمنی بده. میگه انسان ها ذاتاً دنبال این خصومت ها و دشمنی ها و رقابت ها و اینها هستند. وظیفه تربیتی حکومت باید این باشه که برای مبارزه با خودخواهی ها و شرارت های انسان قدم برداره و محصول این همدلی و شفقت بین انسان ها چی میشه؟ وقتی بینشون هارمونی ایجاد کنیم، صلح و آرامش ایجاد میشه. و اینجا هستش که میاد و بر مسئله ایجاد هارمونی تاکید میکنه. خب گفتیم اسپینوزا در رساله الهی، در رساله سیاسی میاد پیشنهادهایی رو مطرح میکنه درباره سه نوع حکومت. یکی حکومت های پادشاهی، مونارکی، یکی حکومت های اشراف، یک طبقه خاص یا همون آریستوکراسی، و حکومت های از نوع دموکراسی. سعی میکنه توصیه هایی در دو زمینه، یکی وضع قوانین، گفتیم قوانین لایتغیر، همون چیزی که این امروزه از قانون اساسی بهش گفته میشه، و ایجاد نهادهای اجتماعی. میگه که توصیه های مطرح میکنه که هر یک از این سه شکل حکومت رو میشه کارآمدشون کرد. عرض کردم سعی نمیکنه که یه دونه رو برتر بدونه. این سوال همواره مطرح بوده که اسپینوزا بالاخره بین این سه نوع حکومت کدوم رو ترجیح میده، و به خاطر اینکه خیلی سبکش اینگونه نیست که مثلا یکی از این سه تا رو برتر بدونه اون دوتا رو بخواد بکوبه. حتی اختلاف نظر هست بین پژوهشگران که اساسا اسپینوزا کدوم یک شکل حکومت رو میپسندیده.
خب در مورد اولین شکل حکومت که در کتابش بحث میکنه در رساله سیاسی حکومت سلطنتی یا مونارکی میگه که چگونه یک حکومت از نوع سلطنتی میتونه صلح و امنیت و آزادی شهروندان رو تضمین بکنه. دقت کنید اسپینوزا نمیگه فلان شکل حکومت اصلا نمیتونه صلح و امنیت و آزادی شهروندان رو تضمین بکنه و باید کنار گذاشته بشه. به جاش سعی میکنه راهکار ارائه بکنه. فصل ششم و هفتم رساله سیاسی رو به این موضوع اختصاص داده و بر این نکته که انسانها عمدتا خردگریز و خودخواهان تاکید میکنه، چندین بار این موضوع رو تکرار میکنه، ولی قبول داره که خودخواهی و زیاد خواهی انسان باید به وسیله یک دولت کنترل بشه. ولی رویکردش همونطور که عرض کردم با هابز در این زمینه فرق میکنه. هابز میگفت یک دولت مقتدر رو من توصیه میکنم حتی اگر زورگو و قلدر باشه. ولی اسپینوزا میگه اگه یه دیکتاتور بیاد و نظم و امنیت رو هم در جامعه حاکم کنه ولی محصول جانبی این امنیت و صلح بردگی و درماندگی مردم باشه، این چه فایده داره؟ اینو بیارزش میدونه. میگه نباید ایجاد امنیت به قیمت بردگی و درماندگی مردم تموم بشه. یه مشت آدم مفلوکی که حالا امنیت دارن، چه فایده؟ این به درد نمیخوره. پس در فلسفه سیاسی اسپینوزا مسئله امنیت هرگز به گونه ای مطرح نمیشه، آنگونه که هابز مطرح میکنه در لوایتن، به گونه ای مطرح نمیشه که بتونه محصول جانبی امنیت و صلحی که حکومت برقرار میکنه این باشه که مردم در بردگی و درماندگی زندگی بکنن. امنیتی که افراد جامعه رو تبدیل به برده کنه که از خودشون هیچ اراده و اختیاری نداشته باشن، این اصلا به درد جایی نمیخوره. اسپینوزا میگه در چنین جامعه ای مردم سرخورده، مفلوک و توسری خور میشن و این دیگه اون شرط اصلی که حکومت داره که باید مردم از نظر آزادی اندیشه، آزادی فکر، آزادی بیان، از این نظر که در زمینه فضیلت های انسانی رشد کنن، اینها رو دیگه تأمین نمیکنه. پس با این شکل از حکومت مخالفه که ما بگیم که یک حکومتی بیاد یک دیکتاتوری در رأس اون قرار بگیره، حالا دیکتاتور مقتدری باشه و بتونه امنیت رو در جامعه ایجاد بکنه. میگه اگه محصول جانبی این امنیت بدبختی و فلاکت و درماندگی مردم باشه، مردم رو تبدیل به برده بکنه، هیچ فایده نداره. میگه در حکومت‌های فردی، حالا شخص اول پادشاه باشه، سلطان باشه، رهبر باشه، هر اسمی داشته باشه، یک گرفتاری بزرگ میتونه ایجاد بشه. اون چیه؟ اینه که اون شخص اول علائق و امیال خودش رو دنبال بکنه و خواسته های خودش رو بر خواسته های مردم، حتی بر نفع مردم ترجیح بده. چون عشقش میکشه که مثلا فلان کار رو باید انجام بده، این کار رو میخواد انجام بده، بر اساس امیال خودش میخواد. حالا اینکه مردم دارن در بدبختی زندگی میکنن، اصلا مردم با این کار موافق نیستن، اهمیتی نداره. میگه برای جلوگیری از چنین وضعیتی که اون شخص اول تبدیل به یه دیکتاتور بشه، اسپینوزا میاد میگه برای جلوگیری از چنین وضعیتی باید سیستم ها و مکانیسم هایی برای کنترل قدرت پادشاه یا حالا شخص اول مملکت وجود داشته باشه. چه کار باید بکنیم؟ میگه دو تا کار باید بکنیم. یکی قوانین دائمی و غیر قابل تغییر، چون پادشاه ها میان قوانین رو تغییر میدن. خب میگه که بهش میگیم، حالا امروز معروفه میگن قانون اساسی، میگه یک سری قوانین رو باید داشته باشیم که جلوی خودخواهی و خودرأیی پادشاه رو بگیره. و علاوه بر قانونگذاری، اسپینوزا پیشنهاد میکنه که باید پادشاه در کنار قدرتی که داره در رأس حکومت قرار میگیره، در کنار این قدرت باید به یه مجمعی، به یه شورایی از نمایندگان و مردم پاسخگو باشه. پس باید یه مجمعی، شورایی، مجلسی از نمایندگان و مردم تشکیل بشه. اینجا میشه اون
تشکیل نهادها. پس هم به وضع قوانین توجه داره، هم به تشکیل نهادها. میگه اگه بتونیم با وضع قوانین اساسی و پاسخگو کردن پادشاه به نمایندگان مردم قدرت مطلق رو از او بگیریم، حکومت حتی در شکل پادشاهی میتونه در مسیر صحیحی حرکت کنه. نباید به گونه ای باشه که فرمان شخص اول مملکت از همه قوانین بالاتر باشه. اگر این گونه بشه، کسی که در رأس قدرت سیاسی قرار میگیره خواسته های خودش رو بر مردم تحمیل میکنه و سلطنت مشروطه که در اون قدرت شخص اول مملکت با قانون اساسی و مجلسی که تشکیل شده از حالا نمایندگان مردم محدود میشه، میگه حتی این میتونه یک حکومتی شبیه به دموکراسی باشه. پس این گونه سعی میکنه آسیب شناسی کنه حکومت های فردی رو، میگه میتونه این حکومت حکومتی کارآمد باشه که یک فردی حالا به عنوان پادشاه، به عنوان رهبر، هر اسمی بیاد و در بالا قرار بگیره. ولی این دوتا کار رو باید حتما انجام بدیم. عرض کردم بیشتر سعی میکنه پیشنهادها و توصیه های مطرح بکنه که این نوع حکومت ها، این سه شکل حکومت رو کارآمد بکنه. خب نوع دوم حکومتی که مورد توجه قرار میده حکومت اشراف هست. ببینید وقتی میگیم آریستوکراسی یعنی حکومت یک طبقه خاص بر مردم. اسپینوزا در رساله سیاسی دو نوع متمرکز و غیر متمرکز این شکل حکومت رو بحث میکنه و میگه که نوع غیر متمرکزش بهتره، که در ایالت ها و استان ها مثلا به شکل غیر متمرکز باشه، حالا اینا با هم متحد بشن بیان یه حکومت واحدی رو تشکیل بدن. باید توجه داشته باشیم روش اسپینوزا این نیست که یه نوع از حکومت رو، عرض کردم مثلا دموکراسی یا حالا پادشاهی، این رو بیاد ترجیح بده، برتر بدونه، درباره مزایا و منافعش صحبت بکنه و بره سراغ صحبت از مثلا مضرات دیگر حکومت ها. این کار رو نمی کنه. سعی می کنه برای هر یک از این سه شکل حکومت، تنها شکل حکومتی که کنار میذاره حکومت دینیه، اونو فاجعه میدونه. ولی از اون که بگذریم میگه که حالا حکومت پادشاهی میتونه این کارا بشه. در مورد آریستوکراسی یا حکومت نجیب زادگان یا اشراف میگه باید تمهیداتی اندیشیده بشه که این گروه، این طبقه ای که حالا میاد در رأس قدرت سیاسی قرار میگیره، کارشون به فرقه گرایی و باندبازی منجر نشه. میگه که هرچه تعداد اعضای شوراها بیشتر باشه، جلوی خودکامگی و حکمرانی غیر خردمندانه گرفته میشه. همونطوری که درباره محدود کردن قدرت پادشاه گفت، در اینجا هم میگه باید قدرت این گروه، این طبقه، حالا نجبا اسمشو بذاریم، چه میدونم اشراف بذاریم، هر چی بذاریم، میگه باید قدرت اینها هم محدود بشه، کنترل بشه. اگه این کار رو نکنیم دوباره این گروه، اونجا حالا یه فرد میخواست خواسته های خودش رو تحمیل بکنه، اینجا حالا یه طبقه، یه گروهی که در رأس قدرت قرار میگیرن، اینها میان خواسته هاشون رو میتونن تحمیل بکنن. به طور کلی اسپینوزا تمرکز قدرت رو فساد آور میدونه و در توصیه هایی که برای سیستم های حکومتی سگانه مطرح میکنه، همیشه میخواد با وضع قوانین اساسی و دستگاه های نظارتی بیاد جلوی قدرت متمرکز رو بگیره. در توصیه های خودش در مورد حکومت های آریستوکرات هم که در اون یه طبقه خاص میاد زمام امور رو به دست میگیره، باز توجهی داره به جلوگیری از انباشت قدرت. انباشت قدرت یعنی فاجعه و همین دلیل میاد در حکومت های نوع دوم یا آریستوکراسی نوع غیر متمرکزش رو بر متمرکز ترجیح میده. و با صحبت هایی که اسپینوزا مطرح میکنه ما متوجه میشیم که به طور کلی اسپینوزا شورای رهبری رو بر یک رهبر واحد ترجیح میده. هر چه که بتونیم این قدرت متمرکز رو کمتر بکنیم بهتر. در مقایسه حالا آریستوکراسی با پادشاهی، طبعا میتونیم بگیم آریستوکراسی رو ترجیح میده
چون میگه این شکل حکومت قوام و ثبات بیشتری خواهد داشت به خاطر اینکه قدرت در یک شخص متمرکز نمیشه. اونجا همش در حکومت‌های پادشاهی دغدغش اینه که چگونه با وضع قوانین و ایجاد یک سری حالا نهادهای نظارتی مثل مجلس و شوراهای مورد انتخاب مردم بیاد و قدرت مطلق پادشاه رو کنترل بکنه. به یه نکته مهم میخوام توجه کنید، در متونی که ترجمه میشه کلمه ابسولوت استفاده میشه در زبان انگلیسی و اینجا باید حواسمون باشه که مفهوم ابسولوت در اندیشه سیاسی اسپینوزا به معنای مطلق و استبدادی نیست، به معنای باثبات هست. خب اونجایی که میگه که این حکومت بهتره چون ابسولوت هست، منظورش این، خب اگه معنا کنیم مطلق و استبدادی، اصلا با ادبیات اسپینوزا با روح فلسفه او سازگار نخواهد بود. ابسولوت در نوشته های اسپینوزا که در انگلیسی ترجمه شده به معنای باثبات هست. آریستوکراسی رو از این جهت ما میتونیم نتیجه گیری کنیم که به مونارکی میاد ترجیح میده به خاطر همون بحث تمرکز قدرت. خب آریستوکراسی در اروپای قرن 17 یک شکلی از حکومت بود که خب خیلی رواج داشت به خاطر اینکه در روم باستان یک عنوانی استفاده می شد به نام نجیب زادگان، می اومدن به نوادگان بنیانگذاران حالا امپراتوری روم این نسبت رو می دادن، این اطلاق می شد. و در اون زمان این خانواده ها از یک حق انحصاری حکومت کردن بر دیگران برخوردار بودند و این ایده وجود داشت که افرادی که متعلق به این خانواده ها هستند از ژن خوب برخوردارند، هم ژنشون خوبه هم شرایط زندگیشون به گونه ای هست که میتونن باسواد بشن، آموزش ببینن، نسبت به عامه مردم در اون زمان که هیچ اطلاعی از هیچ جا نداشتند اینها به نوعی یک نوع برتری داشتن. ولی خب این روش، این رویکرد نجیب زادگان رفته رفته مردم عادی باعث شد که نسبت به این وضعیت معترض بشن که اینها برای خودشون این حق انحصاری رو یک گروهی یک طبقه به عنوان نجیب زادگان برای خودشون داشته باشن. و در اواخر امپراتوری روم مفهوم نجیب زاده یه مقدار تغییر کرد، بیشتر از این که متعلق به کسانی باشه که متعلق به یک خاندان به خصوص هستن، به افرادی اطلاق شد که ثروت بیشتری داشتند و در زمینه ای خاص مثلا در جنگیدن برتری قابل ملاحظه داشتند. این که عرض کردم خدمتون وقتی صحبت از طبقه حکومت آریستوکرات میشه حکومت یک طبقه خاص، حالا یه زمانی آره حکومت آریستوکرات یعنی حکومت نجیب زادگان با اون تعریفی که عرض کردم که به نوادگان امپراتورا میگفتند در روم باستان، ولی کم کم این مفهوم عوض شد. افرادی که چون این رویکرد باعث اعتراض مردم هم شده بود، کم کم دیگه به این طبقه خاص به افرادی میگفتن که یا ثروت خیلی زیادی داشتن یا در یه زمینه خاص مثلا در جنگیدن یه برتری قابل ملاحظه داشتن. و در خارج از قلمرو به امپراتوری روم نجیب زادگان به خانواده های اطلاق می شد که دارای ثروت و نفوذ سیاسی بودند، به خاطر اینکه علاوه بر این که حالا اونجا گفته می شد اونا ژن خوب دارن چون نوادگان امپراتوران و این حرف ها هستن، اینجا هم می گفتن فرزندان این خانواده ها، خانواده هایی که دارای ثروت و نفوذ سیاسی هستند، اینها دسترسی به آموزش دارند در حالی که مردم عادی ندارند و در زمینه های مختلف از جمله علمی و هنری آموزش میبینند بچه های اینها و اینها نسبت به مردم عادی از سطح سواد و نفوذ بیشتری به قول معروف برخوردارند، خانواده های با پرستیژی هستند و کم کم در خارج از امپراتوری روم خارج از اون قلمرو معمولا به این خانواده ها این کلمه نجیب زاده اطلاق می شود. برخی معتقدند وقتی اسپینوزا میگه آریستوکراسی شکلی از حکومتی که بر
ترجیحات عقلانی پایه‌گذاری شده. این بدین معنی که او آریستوکراسی رو نه فقط به مونارکی بلکه حتی به دموکراسی هم ترجیح میده، چون عرض کردم چون به صراحت درباره اینکه کدام یک رو ترجیح میده صحبتی نمیکنه و سعی میکنه هر ستای این شکل حکومت رو توصیه هایی بکنه برای کارآمدیشون، اختلاف نظرهایی وجود داره. و اینکه بعضی ها میگن که خب چون با تمرکز قدرت مخالف بوده طبعا آریستوکراسی رو نسبت به مونارکی مثلا چیه بهتر میدونسته، و بعضی ها حتی از دموکراسی هم اینو این شکل حکومت رو معتقدن که بهتر میدونسته. ولی خب اتفاقاتی هم که در اون زمان افتاده بی تأثیر نبوده بر روی کرده اسپینوزا، که به اون هم اشاره خواهم کرد. برخی دیگه میگن شواهد و دلایل قوی وجود داره که این دیدگاه اسپینوزا در رساله سیاسی آریستوکراسی رو حتی به دموکراسی هم ترجیح داد. و هرچند انتخاب گروهی تحصیل کرده و دنیا دیده نسبت به انتخاب مردم عادی که اکثرا بی سواد هستند روی کاغذ ارجحیت داره، ولی در عمل دوباره شاهد خودخواهی و منفعت طلبی گروهی خاص خواهیم بود که دوباره میل و خواست خودشون رو بیان بر اکثریت مردم تحمیل بکنن. یعنی درسته که روی کاغذ گروهی که تحصیل کرده هستند، دسترسی به آموزش داشتن، خب انتخابی که اینا انجام میدن نسبت به انتخاب مردم عادی که عموما بی سواد هستند ممکنه برتری و برتری داشته باشه، ولی باز دوباره همون مشکل همیشگی میتونه به وجود بیاد که گروهی بیان این با خودخواهی و منفعت طلبی بیان و چکار کنن میل خودشون رو خواست خودشون رو بر اکثریت تحمیل بکنن، چون به مجردی که این اتفاق بیفته چرخه نافرمانی و عصیان شروع به حرکت میکنه، میدونید؟ و از این جهت هست که بعضی ها گفتند که نه، در نظام فکری اسپینوزا همچنان دموکراسی بهتر از آریستوکراسی هست. عرض کردم اختلاف نظر اینجا زیاده، ولی خب کلن میخوام به این مسئله توجه داشته باشید که در رساله سیاسی بیشتر از اینکه بخواد بیاد رتبه بندی بپردازه، بگه این بهتر از اونه اون بهتر از اونه، سعی میکنه پیشنهادهایی رو مطرح بکنه تا آزادی و خیر عمومی برای مردم ایجاد بشه. حالا ببینیم در زمینه دموکراسی چی میگه. اینجا قسمتی هست که کتاب اسپینوزا ناقص باقی مونده، و ولی خب مطالبی رو که مطرح کرده خدمتون میگم. ببینید در مدل دموکراسی مورد اشاره اسپینوزا، با توجه به شرایط مکانی و زمانی برخی افراد فاقد شرایط رأی دادن هستند. حواسمون باشه با لنز انسان قرن 21 نخواهیم به اسپینوزای قرن 17 نگاه کنیم، شرایط اون زمان رو در نظر بگیریم. در رساله سیاسی میگه افرادی که مستقل و دارای اختیار از خودشون نیستن، افرادی که مستقلن میتونن رأی بدن، و افرادی که از خودشون اختیاری ندارن طبعا نمیتونن رأی بدن. پس ببینید در دموکراسی مورد اشاره اسپینوزا همه نمیتونن رأی بدن. اتفاقا خانم ها، بردگان و خارجی ها رو میاد براشون حق رأی قائل نمیشه. عرض کردم با لنز قرن 21 نگاه نکنیم. در زمان اسپینوزا خانم ها از خودشون استقلال نداشتن، تحت تکفل همسران یا پدران خودشون بودن. خب همون چیزی که هنوز شما ردپاش رو در ایران امروز، در افغانستان امروز میبینید. خانم ها از خودشون استقلال نداشتن، تحت تکفل همسران یا پدران خودشون بودن. ببینید در ایران امروز خانمی نمیتونه مسافرت از خارج از کشور بره تا زمانی که همسرش یا پدرش بیاد چکار بکنه، به او اجازه بده. در اون زمان هم وضعیت به گونه‌ای بوده، قرن 17 در اروپا، چون خانم ها از خودشون استقلال نداشتن حق رأی هم براشون در نظر گرفته نشده. در دموکراسی
کتاب فلسفه سیاسی. بردگان هم خب به تعبیری در اون زمان نظام بردهداری هنوز وجود داشته و سعی کرده بر اساس واقعیت های موجود نظریه پردازی سیاسی بکنه، چون اونها هم از خودشون اختیاری نداشتن و در اختیار اربابان خودشون بودن، اونها هم نمیتونستن رأی بدن به طب، و همچنین خارجی ها که خب متعلق به یک جامعه نبودن، اونها هم نمیتونستن در فرایند دموکراسی شرکت داشته باشن. علاوه بر این سه گروه که به دلیل عدم استقلال امکان مشارکت نداشتند، یک گروه دیگر رو هم اسپینوزا اضافه میکنه. میگه مجرمان و کسانی که به زندگی شرافتمندان پشت کردن، اینا هم لیاقت داشتن حق رأی رو ندارن. بنابراین میبینیم که در دموکراسی مد نظر اسپینوزا، با توجه به شرایط زمانی آن موقع، کسانی که اختیارشون با خودشون نبوده از یه طرف، که اون سه گروه رو شامل می شده، یکی خانم ها، یکی برده ها و یکی هم خب خارجی ها که متعلق به این کامیونیتی نبودن، و یه گروه دیگه هم، چهارمی هم اضافه می کنه، میگه افرادی که به لحاظ اخلاقی مشکل دارن، مرتکب جرم میشن، اینها هم حق رأی ندارن. خب عرض کردم خدمتتون این رساله در اواخر عمر اسپینوزا نوشته شده و فصول مربوط به دموکراسی که در قسمت‌های پایانی هست ناتمام باقی مانده و ما نمیدونیم که دقیقاً نظرش در زمینه دموکراسی چی هست. وقتی که میخوایم نظراتش رو در این باره بدونیم، باید برگردیم به رساله اول، رساله الهیات و سیاست، ببینیم که اونجا درباره دموکراسی چی گفته. در اون رساله هم استدلال از نوع اصولی میکنه، یعنی principled argument یا reasoning داره، و هم استدلال از نوع ابزاری instrumental argument داره. هر دو نوع رو استفاده میکنه که من سعی میکنم این دو نوع استدلال رو در ویدیوی دیگری به صورت مجزا، جایی که مفاهیم تفکر نقادانه رو خدمتون توضیح میدم، اونجا بیام و براتون توضیح بدم که این دو نوع استدلال چه فرقی با هم دیگه دارن. ولی حالا خیلی خلاصه، برای اینکه این بحث رو از دست ندید، خدمتون عرض میکنم استدلال های اصولی بر اساس باورها، ارزشها یا اصول اخلاقی بنیاد شدن. یعنی وقتی کسی میخواد استدلال کنه، پایه بحثش رو یک اصل اخلاقی قرار میده، یک باوری قرار میده و از اون نتیجه گیری میکنه، این میشه استدلال principled یا اصولی. و استدلال ابزاری هم بر اساس عملی بودن و نتایج، مثلا یک اصلی رو قرار میده که مثلا میگه این نتیجه گیری من به خاطر مزایایی هست که میتونه این داشته باشه. به هر حال استدلال اصولی اسپینوزا اینه که دموکراسی برابری انسانها و آزادی اونها رو حفظ میکنه. خب پس نوع خوبی از حکومت هست. از نظر استدلال ابزاری هم اسپینوزا میگه در یک نظام دموکراتیک دلیلی نداره که نگران روندها و تصمیم گیری های عبث و احمقانه باشیم، چون تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها که غیر منطقی و افراطی باشه، با خواسته ها و نیازهای مردم هیچ نسبتی نداره و نمیتونه در چنین شکل حکومتی این نوع از در واقع تصمیم گیری ها اتفاق بیفته. از نظر عقلانیت هرچه تعداد افراد تصمیم گیر بیشتر باشه، تصمیم گیری عاقلانه تر خواهد بود و احتمال استبداد رأی کمتر خواهد بود. به هر حال به دلیل اینکه با مرگ اسپینوزا این رساله، یعنی رساله سیاسی، ناتمام مونده، در مورد نظر قطعی او درباره دموکراسی، همونطور که خدمتتون عرض کردم، اختلاف نظر وجود داره. برخی مانند فویر ادعا کردند که به خاطر مرگ دووید، نظریه اسپینوزا نسبت به دموکراسی منفی شده. خب حالا اشاره هم کوتاه داشته باشم در پایان این صحبت به دووید، یوهان دووید کی بود و چرا مرگ او تونستی تأثیری به زعم بعضی ها مانند فویر بر اندیشه های سیاسی اسپینوزا داشته باشه. ببینید، دووید در زمان اسپینوزا حاکم هلند بود و در زمان حکومت او فضای هلند، همونطور که عرض کردم، نسبت به دیگر
بخش های اروپا به خصوص اسپانیا و پرتغال اون زمان که دادگاه های تفتیش عقاید راه انداخته بودند، از نظر آزادی بیان و آزادی اندیشه و اینها به وضعیت بهتری داشت. به همین دلیل خانواده های یهودی که تحت فشار کلیسای کاتولیک قرار می گرفتند که باید حتما به آیین مسیحیت بپیوندن وگرنه اموالشون مصادره میشه، تحت فشار قرار میگیرن، اذیت میشدن، اینا همه مهاجرت میکردن به هلند و هلند به لطف حکمرانی دویت شرایط بسیار بهتری داشت. اسپینوزا هم خیلی رابطه خوبی با اینها داشت، با دویت. ولی بعدا که شما میبینید حتی در رساله الهیات و سیاست به شیوه حکمرانی در هلند اشاره میکنه، اونو مورد ستایش قرار میده و میگه که ببینید آزادی گروه ها و اینها هیچ مشکلی برای امنیت به وجود نمیاره، نگاه کنید به هلند. ولی اتفاقی در سال 1672 میفته که باعث سرخوردگی و عصبانیت اسپینوزا میشه. یک سلسله اتفاقات و تحولات باعث میشه که فرمانروایی این والی لیبرال یعنی یان دویت که از 1654 در رأس این ولایات متحده هلند قرار داشت پایان پیدا بکنه. با یورش ارتش فرانسه و آلمان نظام سیاسی هلند دستخوش تغییراتی شد و اراذل و اوباش ریختند و او یعنی دویت و برادرش رو سر بریدند. به شکل خیلی خیلی بدی این دو برادر رو کشتن، جنازه های اینها رو آویزون کردند و خیلی شرایط بدی بود و این باعث شد که اسپینوزا که از نزدیکان دویت به حساب می اومد و تحت حمایت او قرار داشت، سخت از این اعمال که نشانه که نهایت توحش رو درشون می شدید اسپینوزا به خشم آمد و اینکه گفته میشه دیدگاه های سیاسی اسپینوزا تحت تأثیر این رویداد تلخ قرار گرفته و یه تغییراتی کرده و نظر اسپینوزا رو نسبت به دموکراسی یه مقدار بعضی ها معتقدن که منفی کرده، به خاطر این اتفاق بوده. شبیه اتفاقی که مثلا کودتای 28 مرداد که در ایران اتفاق افتاد که یه مقدار باعث شد که دیدگاه های سیاسی اندیشمندان اون زمان تحت تأثیر این واقعه قرار بگیره که خیلی ها اتفاقا ریشه انقلاب 57 رو هم در این اتفاق جستجو میکنن. به هر حال خیلی ممنونم از همراهیتون، تا از اینکه تا پایان این جلسه طولانی منو همراهی کردید تشکر میکنم. این بحث یعنی بحث پیرامون اندیشه های اسپینوزا رو در گفتارهای دیگر خدمتون ادامه خواهم داد با توضیح پیرامون کتاب اخلاق. تا دیدار دیگر، بدرود.